دیگه میتونی زخمو ببندید. خسته نباشید دکتر. شما هم خسته نباشید. ادامه بده. صاف کن، صاف کن. چی شد دکتر؟ بازش کن، بازش کن. چی شد دکتر؟ باز چی بازش کن؟ دستکشو رو اون تو جلو گذاشت. آقا دست دیگه دار. بفرمایید. حالی پرسش. صاف کن، صاف کن، صاف کن. باز چی شد دکتر؟ بازش کن، بازش کن. سوئیچ چرا؟ دکتر، فکر کنم تو جیب رو پوشتونه. آره، تو جیبه. حواس که واسه آدم نمیذارم. خسته نباشید. ببندید، ببندید. بله. چما پیجتون کردن طرف مدیریت گفتن تشریف بیارین جلسه. مگه ساعت چنده؟ ساعتم بازش کنید. آقای دکتر باز... اجازه بدین ساعت رو قبل از که به داخل دادین به من بدون من پاک یادم رفته بود. خب کجا باز میرفتن؟ جلسه آقای دکتر جلسه. تو جلسه هیئت مدیره؟ بله تشریف ببرین. آخرم برای نداشت ولی حالیش نشد نگرم من چی دیگم. من گفتم امروز دوره هم جمع بشیم تا در مورد مسئله بسیار مهمی با شما صحبت کنم. وضعیت مالی بیمارستان بسیار بسیار نگران کننده است. ما نسبت به پارسال 70% افت مالی داشتیم. میدونید یعنی چی؟ چی کار میشه کرد دکتر؟ قبلن هم با همچین بحرانی مواجه شده بودیم. مجبور شدیم آزمایش ایمارای رو به همه بیماران اجباری کنیم که کردی. و آزمایش خون و عکس رادیولوژی. عکس رادیولوژی؟ بفرمید. اجازه بدین. آزمایش خون؟ بفرمید. اجازه بدین. ایمارای دست و پا؟ بفرمید. ایمارای انگشتای دست؟ خب امارای دستم هست دیگه، از انگشتام هم از تو همون ببینن. نه آقا نه، ببینید باید یه بار اینجوری عکس بگیرین انگشتاتون به این شکل باشه، یه بارم با انگشتای بسته نمیدونم اینجوری بود. نمیدونم آقا، بفرمایید. خوش راهنماییتون میکنم. بفرمایید آقا. همه این مسائلی رو که عنوان میکنید رو من به خوبی میدونم. ما درآمدمون بسیار بسیار اومده پایین، باید دنبال راه حل جدیدی بگردیم. و ببخشید. بفرمایید تو. بیرون بده. بنابراین باید راه حلی رو برای این مسئله پیدا کنیم، وگرنه تا یکی دو ماه دیگه
در بیمارستان رو باید تخته کرد. خودکارم کو؟ بازش کنید. چیز جون خودکار اضافی داری؟ ببخشید. سلام. راجع به رژیمتونه؟ آقای دکتر میدونید؟ مهم نیست، بفرمایید. آقای دکتر من با ایشون کار داشتم آقای دکتر. بفرمایید. آقای دکتر. مریضی که صبح عمل کردی خب حال اومد. کسی خوابه؟ کی الان خوابه آقای دکتر؟ مریضی که صبح عمل کردی حال اومیش خوب نیست، یه جورایی اینجوریه. یعنی چی اینطوری؟ خب نمیدونم، خودش میگه از درون یه مقدار اینجوریام. ببخشید. یه کار ضروری برای من پیش اومده. برمیگردم. آقای دکتر من برای رژیم غذایی بعدا مزاحمتون میشم. ببخشید. بریم خانم، بریم. ما بر شکست میشیم. چی عزیزم؟ درد داری؟ دردش چجوری؟ نه درد ندارم، فقط جای بخیام میلرزه، یه وقتایی هم تک میزنه. شما یادداشت کنید. آقای دکتر خانمتون پشت خط هستن، خیلی هم عصبانی هم. خانوما چرا رو گوشیم زنگ نمیزنی؟ نمیدونم، فقط گفت همین الان بیایید پای تلفن. اینو همین الان بفرستی رادیولوژی. آقا دوتا کجا داری میری؟ رادیولوژی خانم. بله. شما علامه دیگه ندارین؟ نه الان دیگه فعلا نمیلرزه. خیلی بهتره. اینجا رو 11 تا میز کار. وای آقای دکتر میگم خدای نکرد این موقع نگرانتون نشن. پیامک هم اومده، اون جعبه که بسته شده هنوز باز نشده. متوجه شدی؟ آره. وسایل سینی جراحی هم که اینجا 2 ساعته دارم دنبالش میگردم آقای دکتر. چیه رو اینجوری وایساده؟ سلام. سلام. ببخشید در نزدم. شماره پروفسور تمدن رو دارین؟ بله، بله. یه بیمار هست خیلی سریع باید عمل شه، اگه عمل نشه دیگه ممکنه جونش از دست بده. فقط هم پروفسور تمدن میتونه عملش کنه. قربان گوشی دستم نیست. یعنی چی؟ پس دست کیه؟ دست کسی نیست. منظورتو نمیفهم. بازم دوباره؟ فقط دعا کنید که این یکی دیگه نسوزه. این یکی کادوی خانوممه. بله این دفعه دیگه. شما رژیمتون چی شد؟ دکتر مهم نیست الان وقتی این حرف هاست. زود باشید، زود باشید. بله بیمار رو سریع بفرستید اتاق عمل. گوشی رو در بیارید، شمارش هم سریع به من بدید. بجو بیل آقای دکتر اتاق عمل خالی نداریم، اتاق پره. یکی از اتاقها رو خالی کنید. نمیشه، عمل باز قلب داره انجام میشه. ببریدش یه جا دیگه عمل قلب انجام بدید. آقای دکتر اتاق خالی نداریم. بیاریدش تو راه رو. اب نداره، دوتا بهبه بزنید ایزوله میشه، بهداشتی میشه، شماره حیاتیه. میدونید کیه؟ ما داریم یه بیمار رو از دست میدیم. بیمار بیمار خود بسترم. زود باشید، عجله کنید، سریع، تون. آی دکتر معذرت میخوام، این شما که گفتین عمل موفقیت آمیز بود، پس چرا بنده مجدد دارم میرم اتاق عمل؟ شماره منو بگیر. چرا؟ گره آقای دکتر گیفت. عجله کنید بیمار اورژانسیه. آقای دکتر به هم نمیداره کسی تا آخر عمل هم میتونیم. آقای دکتر باتیش نبا میشه که وزیلی تو میامش 4 روز به باتی داره. بودایت بیایی تازده تلفونیه الان بوی ایزولش میره. خواب بودم خفته شدم، یک گل بشکفته شدم، هز شدم، دست شدم، یار کجا برد تو را؟ در خدمت شما این با یکی دیگه از برنامه لایف
دکتر جون سلام، از بشنگتون در خدمت اسپانسر برنامه هستیم. دکتر جون سلام، رو خطی هستم. دکتر دستتون درد نکنه، واقعا خیلی ممنون. بابت چی؟ بابت اینکه بیماری آلزایمر مادرمو ببخشید پدرمو درمان کردید، مثل اینکه پدرم هم نبود. آه خواهرم عزیزم، تو مطمئنی آلزایمر خودت نبود؟ این موقع صبر کنید نلم میگم. آلزایمر داداشم نبود دکتر. دکتر جون سلام، رو خطی بده پشت. آقای دکتر علی جانه. الو آقای دکتر، کسی خوابه چون جوری حرف میزنی؟ آقای دکتر دستم به دامنت. آخ آخ چطور شده؟ الو 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 دکتر جون سلام، رو خط چی؟ دکتر آلزایمر دایم نبود؟ نه این که هنو رو خط چینی بدی پشت جو. آخه میخوام تشکر کنم بابت درمان بیمار. تشکر کردی دیگه، خبرت بیاد. دکتر جون سلام عزیزم، رو خط چی جنم؟ دکتر جون، دکتر جون کمک کمک. الو چیتی تو؟ دکتر جون دارم خفه میشم. چرا؟ تیق 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 چی؟ تیق. الو 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 دکتر جون سلام، رو خطین. دکتر بابت آگهیتون تماس گرفتم. کدوم آگهی؟ آگهی فروش ماشین. ولی عزیزم ببین، این ماشین مال یه خانم دکتری بوده. این ماشین مال یه آقای دکتری بود، من اینو خریدم. چه این ماشین مالی که از دوستان دکتری بود، ما داشتیم هم شدیم دیت بگیری لایی. عزیزم این ماشین خودمه، میخواستم اینو بفروشم. خب این ماشین خیلی هم کار نکرده، من هفته دو بار سفر میشدم، میرفتم ویرجینیا مطب، برمیگشتم واشنگتن. خیلی کاری نکرده، الان بخوایم تقدیمت میکنم. چرا عزیزم؟ میگم مثل جوونی هم دیگه دل دماغ آنچنانی نداشتم، دیگه هفته دو بار میرفتم میومدم. عزیزم احساس افسردگی هم میکنی؟ بله. بیخوابی هم داری بابا؟ ببین عزیزم، برات چند تا قرص مینویسم، شبی سه تا دونشو میخوری، یه شیشه شربت هم مینویسم، اونو لازم نیست بخوری. اون چی کار کنم اونو؟ اون نخور دیگه، اون هست همینجوری. هست اون کلا. من حق ویزیتتون رو چجوری پرداخت کنم؟ شما لطف کن پولشو واریز کن به این شمارهی که الان زیر نویس میکنم برات. برد تقدیمتون میکنم، چشم در خدمتون هستم. دکتر جون سلام، رو خطی عزیزم. دکتر شما یادتون نیست من چی کار داشتم که زنگ زدم به برنامه تون؟ درد بگیری الهی، امیدوارم. این خط کن کلن، میریم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم با اسپانسر برنامه در خدمت شما هستیم با های دکتر از واشنگتن. ده بار که نباید یه حرف زد، هی سرفه بکن فرت فرت بر من. حالا یه مسئله من از یه آرنج چیزی بذار با آدم سرفه بکنی، یه بار دیگه سرفه بکنی عزیز من. اصلا آقا من دوست دارم بگم این ماشین ماشین خانم دکتر بوده. تو چیکار داری فضولی مگه تو دخالت میکنی تو این مسئله؟ اگر من این ماشین به اسم خانم دکتر نفروختم دکتر نیستم. دکتر جون سلام، رو خطی عزیزم. الو آقای دکتر. الو الو عزیزم، شما هنوز زنده ای؟ آقای دکتر تیغ 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 رنگی چی با تیغ زدی؟ کمک. الو عزیز من، این چه کاری کردی؟ هر مشکلی که داشتی دلیل نداره خودکشی بکنی، این راهش نیست. اون راهشه. کدوم راهشه؟ من چه میدونم کدوم راهش؟ آقا جون بگردید خودتون راهش پیدا کنید دیگه. دکتر جون سلام، رو خطی. سلام آقای دکتر، من گشتم راهش پیدا کردم، خدا خیرت بده. خدا نفری. دکتر جون سلام، رو خطی. گلوم 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 رگی گلوت هم با تیغ زدی؟ خاک برسن دیوان، چرا این کار کردی آخه؟ الو تیغ تو گلوم گلومه. تیغ تیغ چی؟ تیغ ماهی؟ تیغ مرغ؟ تو گلوت گیر کرده؟ تیغ ریش تراشی با دستش. تیغ ریش تراشی با دستش الان توه؟ بله بله. چجوری رفته اون تو؟ داشتم صورتمو میزدم، عطسه کردم، رفت تو حلقم. عزیز من دست کن درار. نمیشه، سعی کردم، دستم آی دستم برید. اوه دست ای وای، دست نکن دست نکن. من چیکار میدونم بکنم برات الان؟ زنگ بزنین اورژانس. تو آدرستو میتونی زیر نویس کنی؟ بله.
جوجو زنگ بزن اورژانس. دکتر جون سلام رو خطی عزیزم. دکتر من چند دقیقه پیش واسه چی زنگ زده بودم ببرم؟ برای خبر مرگت زنگ زده بودی. جوجو یه بار دیگه اینو واسه بکنی میام بالا چک پرت میکنم. دکتر جون سلام در خدمتم. دکتر من حالم خیلی بده. سردرد گرفتم. چرا؟ از وقتی اون آقا زنگ زد گفت تیغ تو گلوم گیر کرده حالم یه جوری شد. چه جوری شدی؟ میدونید؟ آخه چه جوری میشه؟ تیغ تو گلو؟ وای حتی تصورشم حالمو بد میکنه. من متوجه حالت هستم عزیزم، ولی ببین این یه قضیه که ازتون مسئله پزشکی یه امر خیلی پیش پا افتاده. نمیتونم دکتر جو، از وقتی که اون تلفنو شنیدم و سه بار ببخشید بالا بردم شد چهار بار. عزیزم من الان دیگه صداش بار خوب متوجه نمیشم، بالا آوردی تو دهنه گوشی، میخوای یه ترانه ای ما پخش بکنیم هم حال و هوا عوض بشه هم شما برو اون دهنه گوشیتی بشور خبرت. آره آقای دکتر، ترانه فکر کنم حالمو بهتر میکنم. خواهش میکنم، میریم برمیگردیم با یک ترانه لایف در خدمتتون هستیم با های دکتر از واشنگتن. اسم خودشو گفتم، اسم باباشم میخواد خکر به عموی خیرس مرچه و بالی مگس و سره حویج و خمیر پوسته عدس. گفته اینا رو با هم بریست و قوریدم کن، بریست و حلقش نخورد پاشو بزن قلم کن. هفتا خونه اینور هفتا خونه اونور، چش نخوری هزار سر سیم سلبی سماور. هفتا خونه اینور هفتا خونه اونور، چش نخوری هزار سر سیم سلبی سماور. گریم گوشت من واسه چی من میواد میدین نزد پاس من ده. دکتر جون سلام رو خطی عزیزم. دکتر جون سلام، زنگ زدم تشکر کنم. جوجو گفتم اینو واس نکنی، نه بیخ منعدمش بکن، نمیفهمی تو. آقای دکتر من همونی هم که تیغ تو گلوم گیر کرده بود. جدی؟ الان چطوری بهتری؟ خیلی ممنون، بله بهترم. اورژانس اومد؟
نه دکتر، شما حالمو خوب کردید. چجوری؟ با ترانه‌ای که پخش کردین تا شنیدم اوق زدم آوردم بالا، تیغ و دسته و تیغ و همه چی، قضای دیروز همه اومد بیرون. دستتون درد نکنه، واقعا ممنون. چجوری گفتی برم با این تعریف کردن نکبتی ایک امیدوارم به زمین داغ. دکتر جون سلام رو خطی ازم. ببخشید اونجا کجاست؟ شما با کی کار دارید؟ نمیدونم با کی کار دارم، ولی میدونم که شمارتون رو یادداشت کردم که بهتون زنگ بزنم. کنارش هم نوشتم تشکر. شما چیزی یادتون نمیاد دکتر؟ نه چیزی یادم نمیاد، ولی تو اولین فرصت خود به تیمارستان معرفی کن. بیمار روانی، درد بگیری، اینو قطع کن، بس نکن بدی پشت. دکتر جون سلام، شو خطی. دکتر جون سلام. سلام. من هیچ دردی ندارم، فقط زنگ زدم تشکر کنم به خاطر جون یا انسانم از طریق پخش ترانه. خواهش میکنم، از این بالاخره رسالت برنامه ما همینه. خوب شد گفتید رسالت. بر تهران پارس هم ماشین هست؟ بله عزیزم. شما کد اشتراک داری؟ بله، اشتراک 207 فرده. به به، کوچه خانم نیازی نه؟ بله بله. بله سلام برسونید خانم نیازی رو. قربان شما. زنده امیر از خدمت برگشت. نمیدونم فریده آمده شد. خیلی خوب، سلام برسون داوود. جوجو داوود صدا کن، نوبت داوود. کد 207 کوچه خانم نیازی اینا بفرست ماشین بچه. عزیزه 5 دقیقه دیگه شما دم در باش. 10 دقیقه دیگه شما دم در. 15 دقیقه دیگه. 20 دقیقه دیگه شما دم در باش. نداریم آقا، ماشین نداریم، کلن ماشین نیست آقا، امروز ماشین نداریم، تعطیله. دکتر جون سلام رو خطی. الو تیمارستان؟ بله تیمارستانه. اونجا تیمارستانه؟ بله تیمارستانه. پذیرش داریم؟ من تیمارم. بله یک مش دیوانه ما الان دور هم جمع شدیم. منم بیام؟ بله نه نمیخواد تو بیای، من میفرستم. داوود، داوود کد 207 نرو، برو اینو بردار بیار. نمیام. الو؟ بله میاد. داوود برو. نمیام. برو بیارش. من نمیام. میاره. نمیام. کارت داره. نمیام. بیا. نمیام. میه. نمیام. میه. از اتاق فرمان به من اشاره میکنه زمان برنامه طی شد، نیست شدیم، ریز شدیم، اند غم انگیز شدیم. خدا نگهدار تا های دکتر دیگر از واشنگتن. حالا ایچ دیرت مقاطع صرفه کن. دیرت بگیری یه لایی. نیم آژانس نزدیم ما بفرستیم بریم امروز کاسبی بکنیم. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، ای وای خاک به سرم کن، ای وای، یکی به دادم برسه، خاک به سرم شد، گیرش آقا، ای وای، ای خدا، ای خدا، ای خدا، نه! این زن کیست؟ چرا در تنهایی های خیش اینگو به فریاد میزند؟ خانم شما باید 1,500,000 تومان واریز کنید به حساب بیمارستان تا بتونید مریضتون بستری کنید. این موقعش هم من این همه پول از کجا بیارم آقا؟ شما میدونی ساعت چنده؟ ساعت 25. باور کنید آقا، وقتی داشتم میومدم اینجا هیچ بنی بشری تو خیابون بیدار نبود. وقتی همه خواب بودن، روایتی از خواب و بیداری و بازگشتی اجتناب ناپذیر. خانم این که مشکل من نیست که، من فقط میدونم که شما باید این پول رو واریز بکنید تا ما بتونیم مریضتون رو بستری کنیم. چی داری میگی آقا؟ مریض ما داره میمیره، مرگ و زندگیش دست شماست آقا. بودن یا نبودن مسئله این است. سلام آبجی. سلام خانده داش. چه اتفاقی برای آقا ایدر افتاده؟ آیدر بنده خدا ناخوش شده، بعد اینا میگن تا 1,500,000 تومن به حسابشون نریزیم بستریش نمی کنن. کیا میگن؟ اینا. ای آقا میدونی اون آدمی که اونجا خوابیده و داره با مرد دست و پنجه نرم میکنه کیه؟ رفیق منه. خدا حافظ رفیق. میدونی اگه بلایی سر این مرد بیاد بچه‌هاش باید یام چی بکشن؟ بچه‌های خیابان. با صداتو بلند نکن، اینجا محیط بیمارستانه، مگه نمیبینی تابلو رو؟ یعنی چی؟ اون که داره دست بکنه تو دماغش. نه خیر آقا، 40 سال شما فکر میکنی دست دماغشو؟ نه خیر آقا، سکوته. اگه میخوان داد بزنی بفهم بیرون خواهش میکنم. سکوت برها. چشم، من اشتباه کردم. نوکرتون هم هست. مردی که موش روایت مسخ آدم ها در بروکراسی های دست پاگیر. آخه خانداداشو این هیرو ویری شما چرا دیگه میپریم به هم دیگه؟ خروس جنگی. تو دیگه چی میگی؟ شما صداتو ببر. خانم من به شما گفته باشم اگه برای جور کردن پولتون عجله نکنید ممکنه امشب آخرین شب زندگی بیمارتون باشه. من گفته باشم بهتون. پرواز در شب، قصه کوچ مرغان عاشق در شب دلدادگی. آبجی من
تو اینجا بمون، من میرم و با پول برمیگردم. اقلش اینه که اینو گربه تو کوچه و پرسه میزنم و هر کسی رو میزنم و این پول رو جور میکنم. اینجور ناملای مدابجی مرک توفیر مرد از نامرده. این گربه؟ کسی از گربه های ایرونی خبر نداره. عزت زیاد، با پول برمیگردم. خانم نسبتتون چیه؟ آو نسبتتون چیه با مریم؟ شوهرمه. شوهر آهو خانم. خب متولد چه سالی هستم؟ متولد ماه مهر. آقا راست میگه، بنویس دیگه، زود باش. خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دارم مینویسم. مثل اینکه مریضتون به هوش اومدن، چیزی میخوام بگم مثلا. آقای در چی میگی؟ بزار یوان، خودت انقدر به آب آتیش نزن. اگر میخوای پولاتو خرج کنی، بذار برای آینده بچه هام و بچه ها رو سر سامون بده. من به مرگم راضیم. مرگ کسب و کار من است. آقا، این شطوره که در همه خونه ها خوابیده، چه زود چه دیر، باید همه ما این راه رو بریم. راه آبی ابریشم. سوت پایان. و این است حکایت غرق شدگان در دریای متلاطم زندگی. زبونت اینه و تیر بارو در کوبه.
هنوزم خالیات تو مغزا میکوبه، هنوزم خالیات تو مغزا میکوبه، زبونت اینه و تیر برو در کوبه، زبونت اینه و تیر برو در کوبه. کار ردیف کنه کارمون از این حرفا گذشته. نه نه عزیزم، من آشنا دارم بیمه کار شما، رو میگم ردیف. سلام عزیزم، خسته نباشید. اتفاقی افتاده اینجا تشریف دارین؟ چاست کنم آقا، شما که اتومبیل میسازید که چراغش با نور خورشید کار میکنه، بنده حقیر نور خورشید از کجا گیر بیارم تو شب؟ واقعا درست میگی، واقعا تو ترمزاشو بگو، این ماشینای دبلیو خودرو ترمزش که میگیری هی سرعتش میره بالاتر، انگار داری گازو فشار میدی. ترمزش تو سرش بخوره آقا، عرض بنده چیزی دیگه است، عرض بنده اینی که تو شب خورشید گیر نمیاد. خود من زدم یه نفر رو کشتم. دیشو کی میخواد بده بنده یا اقوام شما؟ چرا آقا ترمزش تو سرشون بخوره؟ تا الان بینندگان عزیز، من 4 بار قاتل معرفی شدم، هی رفتم دیه دادم، هی دوباره اومدم بیرون، زندگی رو فروختم، دوباره رفتم دیه دادم. من واقعا باید بگم که برای برنامه‌تون متاسفم. همین. چرا جناب مهندس؟ برای اینکه داد میزنه فیلمتون ساختگیه. بابا آخر فیلم‌ها معمولاً می‌نویسن اسم کارگردان، می‌نویسن بازیگرا رو، می‌نویسن اسمشون رو، که آدم بدونه کی درست کرده این فیلمو، با کی طرفه. شما یعنی منظورتون اینه که ما بازیگر آوردیم و گفتیم که بیاین این جملات رو بگیم؟ ببینید عزیز من، کارخونه وزین دبلیو خودرو احتیاج به تبلیغ دیگه نداره، بعد از نیم قرن سابقهش برای همه روشنه. ولی متاسفانه همه میشناسن ما رو. متاسفانه مردم با محصولات شما مشکل دارن. ببین شما با این فیلم ساختگیتون، من فهمیدم چه کار میخواید بکنید، میخواید آپشنای ما رو زیر سوال ببرید. داره روشن نشدن چراغ در شب، نگرفتن ترمز، در اومدن دنده از جاش و و و مشکلات دیگه، اینا هیچ کدوم جز به مزیت های یک خودرو حساب نمیشه. ما از تکنولوژی روز جهان داریم برای ساخت چراغامون استفاده میکنیم و کردیم تا حالا. جناب مهندس، محصولات شما آمار تصادفات رو بالا برده. چی تصادف؟ ما داریم فرهنگ سازی میکنیم قربون شکل تو این مملکت، آمار تصادف بالا بردیم، حرفیه میزنیم. من یه سوال از شما دارم. بفرمایید. چرا ماشین های شما ترمز ABS نداره؟ ABS؟ ABS. چه ABS؟ ABS. ABS؟ چه ABS؟ یعنی 50 متر خط ترمزایی که کف خیابون کشته شده ABS؟ ABS. هیچ ABS. عزیز من، شما میگی که توجه نکردید. وقتی من میگم داریم فرهنگ سازی میکنیم، میگی که گوش نمیکنید. ما داریم دقیقاً، اگه فکرتون خوب بکنید ببینید که ما داریم با راهنمای رانندگی کمک میکنیم، کمک اون بنده خدا میکنیم در تصادفات راحت‌تر مقصر رو چی؟ پیدا کنن. بعدش هم اون خط ترمز 50 متری که شما میفرمایید برای دیگر راننده ها درس عبرتی که ببینن و تون چی؟ نرن. بله خب، نظر جناب مهندس اینطور که من فهمیدم اینه که تمام تلفاتی که ماشین ایشون داده هیچ عیبی نیست. عیبی نیست؟ چه عیبی؟ کدوم تلفات؟ بله. یک گزارش با هم ببینیم. اصلا این گزارش مثلا این ها چی دارم؟ کدوم تلفات؟ این آقایی که میبینید ماشین دبلیو 19 شون پنچر شده بود، من میخواستم پنچری ماشینش رو بگیرم، ماشین میسوزه و ایشون به این شکل در میان. نگاه کنید. بفرمایید. این آقایی که میبینید به شکل، نگاه بیاد برگیرید، به این شکل در اومدن، W24 شون رو بره بودن کارواش، بعد ماشین آتیش میگیره و آب هم متاسفانه نتونسته جلوی سوختگی ایشون رو بگیره و ایشون به این شکل در اومدن. اجازه بدین هم معذرت میخوام. آقا رو ببینید، خواهش میکنم دور بید. ایشون تو آخرین مدل دبلیو خواب تشریف داشتن و به این شکل در اومدن. آقا لطفا به دوربین لبخند بزنید. داره لبخند میزنه ولی مشخص نیست. این صدایی که شنیدید صدای انفجار W25 بود که اگه ما الان نریم بهش کمک کنیم خواب رانندش جزکاله میشه. شما نمیخواییم کمک کنیم؟ من بازم حرفم تکرار میکنم که برای برنامه تون واقعا متاسفم. شما اگه به من بگید دنبال چی میگردید، چی میخواهید، خیلی خوشحال میشم. چرا مهندس میخوای من همین الان از تهیه کننده برنامه خواهش کنم یک ماشین در اختیار ما بذاره، بریم مصدومین رو از نزدیک ببینید.
شما میسین که یه چیزی تو میشه ها؟ ببینید شما یا تلاش دارید فقط و فقط مهندس های ما رو زیر سوال ببرید اون همه زحمتشون رو؟ نه ببینید ما اصلا تلاش ببینید شما... ما دو تا آپشن اساسی رو ماشینمون داریم منکر این که نمیتونید بشید که بله یکی آپشن برون سوزه که توی اون برون میسوزه و از بیرون بیرون مشعل میکنه و آتش میگیره بله. و یکی هم درون سوزه که توی اون درون میسوزه و از بیرون مشعل میکنه بیرون که آتش میگیره بله که اصطلاحاً عوام الناس به این میگن دوگانه سوز این بله. نمیتونی که ما منکرش بشی بله نه اصلا و بینندگان عزیز سوار هر کدوم از این خودرو بشین عاقبتش همین گزارشیه که با هم دیدیم متاسفانه منظورتون همین گزارش ساختگی بود دیگه بله. نه اینطور نیست ببینید کار ما شفاف سازیه رسانه خب، ما شفاف سازیه حالا که اینطور شد اجازه بدید اون فیلمی رو که من آوردم نشون بدن تا مردم واقعیت رو ببینن بفرمایید خواهش میکنم ببینیم واقعیت سلام پدر جان سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون آقا ماشین داری شما؟ خیلی هم خوبه دستشون هم درد نکنه که این ماشین ها رو ساختن آتیش نمیگیره تصادف نمیکنه قیافش هم خوبه ترمز کسی خوابه آقا میگه ترمزشو بگو خوبه ترمزاش خیلی خوبه خیلی ترمزاش خوبه تو چرا آروم هر این چرا آروم ماشینه که دیدی اون ماشینه که دیدی ازش تعریف کن ما از اون ماشینی که دیدم تعریف نه اینو نگو خیلی تعریف بابا اینو تعطیل این نه اینو نگو این کیه برداشتی آوردی ماشین استهلاکش خیلی کمه استهلاکش پایینه این ماشین استهلاک چیش کمه استهلاک بابا استهلاک دیگه چی خسته نباشی این چیه برداشتی آوردی پول ما رو بدید آقا بیوارو بیرون بابا فیرم رو بده خب من فکر میکنم لازم نیستی که توضیحی بدم تصاویر خودشون بله. گویا هستن بله کاملا گویا بودن فقط من امیدوارم که شما پول این پیرمرد بیچاره رو پرداخت کرده باشین پرداخت کردین؟ عرض نکردم شما یه چیزیتون میشه چطور؟ من اینجا میخواستم از فرصت استفاده بکنم و چند تا از محصولاتمون رو معرفی کنم متاسفانه برنامه ما تریبون تبلیغاتی نیست شما باید برای این کار با واحد بازرگانی صحبت کنید من میخوام از شما یه سوال کنم اگر این پیرمردی که توی گزارش شما بود رو الان بیاریم توی استدیو ستایی صحبت کنیم شما که ناراحت نمیشید بیاید چه مسئله است؟ نه من نه ولی شما قطعا ناراحت میشید بله بریم آقا بریم محصولات کارخانه وزین دبلیو خودرو رو با هم ببینیم خواهش میکنم به گزارش توجه کنید ببخشید شما تهدید کردی؟ محصولات رو ببینیم بله هر 15 روز یک خودرو پس فرصت طلایی خرید خودرو رو در ماه اسفند به هیچ وجه از دست ندهید جناب مهندس اجازه بفرمایید که منم خدمت بینندگان عزیز یک موضوعی رو مطرح کنم بفرمایید کارخانه وزین دبلیو خودرو که در رأس اون جناب آقای مهندس قرار دارن 50 سال به طور شبانه روزی و با تمام وجود بینندگان محترم برای آسایش و رفاه ما زحمت کشیدن جا داره همینجا از صمیم قلب از صمیم قلب از این بزرگوار تشکر کنیم بله و امنیت و ایمنی خودمون رو به دست این عزیز خبره بسپاریم تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما خدا نگهدار ببین وقتی که میگم شما یه چیزی تو میشه باز میگید که چرا نه شما بزرگوار این عزیزی نه اگر یه وقت جسارتی شد ما رو ببخشید ما فقط انجام وظیفه کردیم بله. شما هر جور به هر حال شما بزرگترین هر جور شما سلام میدونیم ما اون رو خدمت شما عرض میکنم بفرمایید شما شیرینی و شادی تو این سال خوب مهمونی و خنده و احوال خوب هدیه ما رسید به خونه هاتون تحویل سال نو و این حال خوب
هفت ستاره توی سفرتونه، بوی گل و خنده تو خونتونه، من چه نشسته باز روی لباتون، هزار تا غم فدای خنده هاتون. سفره پر برکت و عشق و خنده، سلامتی سنجد و سیب و سرکه، مایی و مهر و محابایه، سیر و سماق و سمن و سکه، هفت و ستاره توی سفرتونه، بوی گل و خنده تو خونتونه، من چه نشسته